میگه ما شروع کردیم الحمدلله مسجد جمکران ساختن که خب این مدت ها ادامه پیدا کرد. و نکته مهم اینه که در مسجد جمکران آب اون موقع نبود، یه آبانبار خیلی کوچیک و مندرس و پر از خزه و امثال اینا، خلاصه آبانبار بود، آبانباری نبود که میتونه از استفاده آب از قم می آوردن. ما رفتیم برای خاطر که اونجا آبدار بشه، گفتیم باید چاه بزنیم، گفتیم برای اینکه چاه بزنیم، به ما گفتن در تهران یه بنده خدای است متخصص چاه زدن آبه، به آقای خدمت شما عرض شود که اسفندیار یگانگی. میگه ما رفتیم به این بنده خدا گفتیم، گفتیم آقا میخوایم اونجا چاه حرف بکنیم، گفت باشه. خودش اومد و مهندسین آمدن و یه جایی رو معین کردن، گفتم ما اینجا باید چاه بکنیم طبق اون برآوردی که کردن و چیزایی که امکاناتی که داشتن، امکانات در واقع زمین شناسی که داشتن، گفتن اینجا باید چاه بزنیم. ما هم گفتیم اشکال نداره. اینا قرار شد شنبه بعد بیان چاه بزنن. میگه شب شنبه من مشغول نماز بودم تو جمکران، شب جمعه مشغول نماز بودم، یه سید روحانی اومد کنار من نشست، سلام علیک کرد و گفت آقا من سید حسین قاضی طباطبایی هستم، دو نفر از طرف امام زمان علیه السلام اومدن بیرون منتظر شما، شما رو کار دارم. میگه من بلا فاصله از جا بلند شدم، رفتم دیدم بله دو تا بزرگوار نورانی خیلی خوش سیما خوش لباس دم در مسجد وایستادن. رفتم جلو عرض سلام کردم، گفتم بفرمایید امرتون چیه؟ گفتن آقا فرمودن اونجا چاه نزنید، اونجا به آب نمیرسه. فرمودن اونجا چاه نزنید، اونجا به آب نمیرسه. و این دو بزرگوار اومدن تو مسجد جمکران تو حیاتش یه جای رو معین کردن، گفتن حضرت آقا فرمودن اینجا چاه بزنید و این چه عمری هم خواهد بود. ما گفتیم چش. شنبه که اینا میگه دو تا آجر گوشه مونوال علامت که گمش نکنم، میگه شنبه که اینا اومدن رفتم جلو به اون مهندس گفتم آقای مهندس گفت بله، گفتم اونجا رو نکن اینجا رو بکن. گفت یعنی چه اونجا رو نکن اینجا رو بکن؟ گفتم آقا اونجا نداره اینجا آب داره. گفت مرد اسوی ما اهل فنیم، ما میشناسیم کجا آب داره کجا نداره، ما تجربه داریم، تو چی حالت میشه؟ گفتم آقا جان اونجا رو نکن اینجا رو بکن، آب داره زیر بار نمیره. بعد یه دفعه من داره خیلی پافشار نمیسن بشه بگن موشه، وقتی هم داره پافشاری میکنه گفت امضا میدی اگر اینجا کندیم به سنگ خوردیم فردا نگید شما اشتباه کردید؟ گفتم باشه. بلافاصله برگه رو نوشتیم. و جالب اینه که اینا میگه من رفتم شنبه بعد اومد دیدم اینا از روی تعجب داره به چاه نگاه میکنن، از چندن میگه سه متر کردن به چاه رسیدن، چاه میومد اونی که اینا شگفت زده داشتن تماشا میکردن. تا رفتم جلو سلام علیک کردن یه دفعه من گفتم تو از کجا فهمیدی اینجا آب داره؟ ما سه متر کردیم و آب رسیدیم، تو از کجا خبر داشتی؟ گفتم ما یه چیزی گفتیم دیگه، گرفت نمیتونستن اسرار رو بگن دیگه. ببینید اونایی که محضر امام زمان بزن اینجوری نیست حال تون تون بیاد ما رفتیم رفتیم دیشب با آقا نشیم چلو کباب خوردیم اینجوری کنیم. این اندازه بعد از فرقش به بعضی از افراد خاص گفته، حالا آقازادش مای داستان باباشو داره تعریف میکنه، نگفتش که چیزی گفت آقا حالا ما چیزی گفتیم گرفت. آقا این بنده خدا میگه خدمت شما آب جاری شد، هزینه حفاری 700 هزار تومان شد، اون موقع و قبل از انقلاب هزینه حفاری 700 هزار تومان شد، من برای 200 هزار تومان چک کشیدم، فردا قرار بود موعدش بشه هیچی پول نداشتم موندم که خدا چیکار کنم چیکار نکنم. متوسل شدم به حضرت، متوسل شدم به حضرت، در حال توسل به حضرت دم یکی از پشت سر یکی دست رو من میذاره شونه من رو تکون میده. برگشتم دم آقای اسفندیار یگانه است. کی بود آقای اسفندیار یگانگی؟ رئیس اون مؤسسه چاکنا. اون به من گفتش که شما گفتید اونجا چاه بکنن؟ گفتم بله. خودت گفتی؟ بله. احسن بر شما، باریکلا، آفرین، عجب نکته‌ای گفتی. بعد گفتش که کی بهت گفت اینجا چاه بکنی؟ دیگه اینجا مثل مأمور بود دیگه، حال چرا؟ به خاطر پوله. 700 هزار تومان 200 هزار تومان هم نداشته، تازه چک داده بود 200 هزار تومان هم نداشته. میگم به من گفتش کی به شما اونجا چاه بزنی؟ گفتم صاحب مسجد، تازه لو هم ندادن. گفتم صاحب مسجد. ها گفتم صاحب مسجد، سری تکون داد، پسرش صدا داد. گفت هوشنگ جان، گفت بله بیا اینجا. گفت چکار تحویل آقا بده.
یک ریال از آقا نمیگیری. ما هم اینجا میخوام یه یادگاری داشته باشیم، یه خیرات از ما اینجا میمونه. میگفت 700 هزار تومان اون موقع، میگفت یک ریال از ما نگیره، بس اینجا هزینه تر میشود. میگه از اون موقع هر موقع، اینم بگم و شعار به خدا بسپارم، از اون موقع هر موقع ما مشکل برخورد میکردیم، حساب جاری پول ما کم میشد یا کسی از ما طلب داشت، میرفتیم بهش بدیم، میگفتن یا آقای اومده حساب کرده، یا آقای اومده حساب کرده. این بزرگوار سال 1386 میشه چند سال؟ تقریبا 15 سال قبل به رحمت الهی رفته، مرحوم حاج قدرت الله لطیفی، یار امام زمان. ببینید مسجد زنگنه چی درست کرده، البته با همت مردم، پولدارا، کویتی ها اومدن، عراقی ها اومدن، خیلی از این وقت از خلیج فارس خیلی پول گرفته، خیلی ارتباط خلاصه با همه جا داشته و این مسجد زنگرن رو به این سبک درست کرده که الان من و شما میریم و لذت ببریم. خدای ما رو جز ریاوران امام زمان قرار بده، توفیق دیدار جمال امام زمان همراه با معرفت شناخت امام زمان نصیب همه ما بفرما، از برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی